سلام مشوش، خبر خوب هستین؟ خیلی خوش اومد میکنه خودتون. بعد هم دوام بازی هارس اوف آین فور و مود نیو ویز پارت قبلی بازی بود که جنگ خیلی خونین بین ما و شوروی اتفاق افتادش. ما تونستیم سربازاشون این قسمت توی محاصره بندازیم. اونجا بود که با تمام قوا بهشون حمله کردیم و شوروی چیزی هولوش 6 میلیون فوکین سربازش رو از دست داده، ما هم 1 میلیون از دست دادیم. میدونی بچه‌ها، از اونجایی که متحد نداریم فشار خیلی زیادی رو مون هستش، مخصوصا اینکه آمریکا و انگلیسه هم که ما رو تحریم کردن همه چی بهتر هم شده. دیگه کشوری وجود نداره که بخوایم ازش منابع بخریم. واقعا شرط سختیه. با وجود این شرایط تونستیم به خوبی پیشروی کنیم. دفاع اول دشمن شکست دادیم. الان به دفاع دومشون رسیدیم و عملا به قسمت‌های حساسی داریم نزدیک میشیم. یه اشتباه میتونه باعث بشه که کلا شکست بخوریم. دشمنمون شورویه، جدی شوخی نیستش. اگه توجه کنی تعداد سربازاش بچه‌ها دیویژنش 400 تا دیویژن داره، نیروی هوایش هم که خب 27000 فاکین جنگنده هم دارن. جنگنده‌هاشون آمار بالایی داره و ما کلا 6000 تا نیروی هوایی داریم. میگم دیگه دارم سعی میکنم که یه مقدار آمار نیروی هوایی کشور رو بهتر کنم. رمد تولید رو خیلی بیشتر کردیم ولی خب کمبود منابع هستش، مخصوصا که لاستیک نداریم. اگه نتونم منابع وارد کشور کنم احتمالاً مجبور شیم که لاستیک رو خودمون تولید کنیم، ولی خب این روند طولانی داره. تولید تفنگامون هم که خیلی اوکی هستش، منپاورمون داره روز به روز بیشتر و بیشتر میشه، انبار سلاحمون داره پر میشه. داشتم فکر میکردم که خود سربازه جدیدی از اینجا آموزش بدیم. وقتی که سربازه جدید جایگزین شده سعی کنم که اینجا مرز خیلی خوشگل بین خودمون و شوروی بکشم، بعدش اینجا رو بیخیال بشم. به جای اینکه از اینجا بهشون فشار بیاریم، از این اسمت سعی کنیم که راهی اروپا بشیم. فقط اینجا رو داشته باشید بچه ها، قسمت های آبی که میبینید همگی برای شوروی هستن دیگه، درسته؟ ما میتونیم اینجا یه مرز بکشیم. ببین از اینجا استفاده کنم که یه مرز بکشم، بعدش هم که از این قسمت ها میخوره فشار وارد کنم که اینا رو به هم یه متصل کنم. میخوام سعی کنم که فر راهی اروپا بشیم، چون واقعا اینا منابع خیلی زیادی دارن و همگی هم دشمنای ما هستن. فقط منابع اینجا رو خیلی استی داره، چیزی که دنبالش هستم. به هر حال که هر شرط سختی رو داشته باشیم، از اینجا هم که رومانی کمونیست داره همینجوری بهمون حمله میکنه. فضل الله زاهدی، فرمانده‌ای که تا آخرین قطره خونش دفاع اینجا نگه داشته، با وجود اینکه حتی بهشون ساپلای نمیرسه، بچه از راه دریا دارن همینجوری ما رو غارت میکنن. کشتی تجاری زیادی رو اینجا از دست دادیم. این پارت هر جو که شده من سمت دریا رو اوکی میکنم یا بهتون گل میدم. اگه موافق باشید یواش یواش ببینیم برای شروع کردن، ببینیم قرار آمارمون چجوری باشه. ما اینجا 6 تا سرباز داشتیم که درسته، من 6 تا رو گذاشتم که از اینجا بهشون حمله کنیم. سعی کنم که نقشه‌مون رو عملی کنم. بذارید به آمار کلیمون یه نگاهی بندازم. سربازامون خیلی پخشن. میخوام این خکشی‌ها رو پاک کنم بره. به جای اینا ببین 20 سربازی که دارم بگم بیان توی این حالت، مثلا توی این حالت یا تا اینجا دفاع نگه دارید. برشم که مارش اولمون بیان اینجا جمع بشن و سعی کنن که از اینجا به دشمنمون حمله کنن، بندرها و شهرهای مهمشون رو بگیریم. به این 6 تا سربازم میخوام بگم که بچه‌ها هر جو که شده به اینجا برسن که رسما راهشون رو ببندیم. در مورد سربازا به نظر میخوره بچه‌ها دیویژن اصلیمون رو آموزش بدیم، اینو شاید به درد بخوره. منپاورمون تموم شد، همین 36 تا دیویژن رو بذاریم بمونه. اگه موافق باشید بزنیم بریم برای شروع کردن. سربازام دارن سعی میکنن که سر موقعیتشون وایسن و به نظرم میاد خود شوروی هم اینجا ساپلای خیلی کمی داره. من پارت قبلی هم گفتم دیگه، اینجا فوق‌العاده سمی هستن. این بچه کاملا معلومه هیچگونه راهی ندارن. میگم از ریسرچامون که داره پشت سر هم انجام میشه، نایت ویژه میتونه برای شبا خیلی به دردمون بخوره. اوزه سلیت ساپورت رو بهتر کنم یا دیگه چیز خاصی رسما برام نمونده به جز اینکه اصلا قطارا رو باز نکردیم. آمورت رین یه خورده به قطار هم نیاز داریم و بچه اگه قطار داشته باشیم نسبتاً آمار ساپلای رسانی کشور بهتر میشه. 5 تا کارخونه روی این بذاریم بمونه. متاسفانه کارخونه بیکار ندارم. از استراتژی بمبرامون کم کنیم. به سر روند تولید کشورمون خیلی داغون شده چون منابع نداریم، مخصوصا تایر و لاستیک بچه ها کلا پیدا نمیشه. چیزی که دارم بهش فکر میکنم اینکه کامیون بذاریم روی اولویتمون بمونه. ما به کامیون برای انتقال سوخت نیاز خواهیم داشت. گفته که 50 تا از قطارامون منفی خورده، قطارامون منفی خورده، پشمام از راه دریا دارن بهمون حمله میکنن و سربازا سر موقعیتشون هستن. آیا آماده جنگ هستی؟ گفته که بچه فقط 4%، 8% آماده جنگ شده. فکر کنم بتونیم شکستشون بدیم. واقعا مطمئن نیستم که نیاز باشه صبر کنیم. یکی چطور 18% تازه؟ خیلی آمار پایینی 18%. همچنان سمت دریا داریم میجنگیم و دارن غارتمون میکنن. فعلا نمیتونم کاریش کنم، ولی خود صبر کنیم. اگه موافق باشی دیگه دستور حمله رو بدم بریم. دیگه نمیتونم بچا واقعا صبر کنم. شما ببین، شما 6 تا دیویژن تا اینجا بعد بیای جلو، این 4 تا هم باید سعی کنی که راه اینجا رو برامون باز کنه. بهتره که مثلا تو یه دونه هم اینجا وایسی.
ببینم چی کار میکنید دیگه دوستان من. بتازید به سمت جلو، مطمئن که میتونیم شکستشون بدیم. شما دو تا با هم دیگه بدین جا هم بزنید داغون کنید. پس از اینجا واقعا میشه فشار خوبی بهشون وارد کرد، ولی فکر نمی کنم حمله کردن کار درستی برای ما باشه. حداقل آیا میتونی اینجا رو شکست بدی؟ نایس، تانکش رو داریم از اینجا بیرون میکنیم چون سوخت ندارن. این خوبه. باید فقط بچه ها فشارمون رو همینجوری وارد کنیم. اگه بخوایم بریم جلو باید تا اینجا بتونیم برسیم، وگرنه خب مطمئنا شرط جالبی نمیتونه برامون باشه. آمریکا گفته که میخواد برامون کوبرا بفرسته، دستش در نکنه. حالا مطمئن نیستم اصلا چیه، ولی خب ازشون استفاده میکنم. چرا که نه، شما هم اینجا خود ساپورتمون کنی، تو هم همینطور. سوخت رسانی ما هم داره داغون میشه. هر جو که شده من باید بتونم اینجا برسم بچه، وگرنه یه مقدار قرار آمارمون واقعا داغون بشه. امیدوارم که فقط بتونیم به این بندر رو برسیم. سرباز زیادی اینجا ندارم، من سرباز زیادی نمیبینم و دارم به این حمله میکنم. سر جت وایسا داره بهش حمله میشه. خب شما چرا نمیاد جلو؟ این هم چرا اینجا سک و سک و شما چرا هوا اینجا رو ندارید؟ زود باشه شکستشون بدی. اینا هم بهتره که بیان راه اینجا رو مسدود کنم. یه مقدار آمار سربازامون زیاد جالب نیستش. من این قسمت سرباز زیادی نمیبینم. همچنان داریم به سمت جلو میریم. بله بله، تونستیم بالاخره بندرم بگیم از کامیون استفاده کنیم، ولی خب همچنان اینجا مشکل داریم دیگه. همتون از کامیون استفاده کنید. پس همشون از اولاغ استفاده میکنن. اوکی اوکی اوکی، این انبار دیگه هم که بعد اینجاها داشته باشه. فعلا داریم به سمت جلو میتازیم. هدف هم اینه رو تو محاصره نگه دارم. آمار ساپرسانی کشورمون داره بهتر و بهتر میشه. نظر کنید نیرو کمکی بیاد، سربازه کمکی نظر بیاد دیگه. از اونجایی که کاملا توی محاصره افتادن خیلی خوب فرداره کجا میره. سرجات فایت سا نمیخواییم محاصره رو از دست بدیم. به نظر میاد که حملاتمون همچنان داره به خوبی میره جلو و من مشکل خاصی میبینم اینجا. شو سرباز دفاعی نداریم. فکر کنم الان بهمون حمله کنن. کاری که میخوام انجام بدم اینه که از دیویژنمون اینجا داشته باشیم. موضوع سوخرسانی کشور واقعا دیگه داره داغون میشه. ببین همتون باید از کامیون استفاده کنید. اینم از این. فکر کنم دیگه مشکل خاصی نداشته باشیم. فقط امیدوارم که مشکل ساپلای هم دوباره برنگرده. ببین همگی با همگی بیاد اینجا. بذارید بچه‌ها خط مقدم اولشون شکست بدیم. شما هم اینجا باشید. فکر کنم بتون کارشون رو تمام کنیم. ولی خب نمیخوام از اینجا بهشون حتما حمله کنم. سر موقعیت وایسا. آیا میتونید برید جلو؟ این سربازا رو نتونستم حرکت بدم. شما هم بیاد اینجا. من این 6 تا دیویژن و من 6 تا دیویژن تا اینجا میخوام ببینم که اومدن. ولی خب آنچانی که برشون ارگانیزیشنی نمونده، سرباز زیادی اینجا جمع کردن. فکر نمی کنم بتونیم حمله رو ادامه بدیم. بهتره که تو یکی وایس سر او پسر عقب نشین نکنه، مورالش خیلی کم شده. میتونم یکی رو بذارم بمونه یه خورده اوضاع خودش رو جمع و جور کنه و کار اینا رو تموم کنید لطفا. شما همشون داغون شدن دیگه الان، درسته؟ کل این سربازا رو از دست. نایس نایس، به نظرم موضع بعدی نداریم راستشو بخواید و این موقعیت رو خیلی دوست دارم. فهم مسئله اینجاست که آیا میتونیم از اینجا همچنان بریم جلو؟ یه دونه براشون آفنسیو بزنم. آیا میتونم به سمت جلو بتازن؟ زود باش پسر، مطمئنم که میتونیم شکستشون بدیم. اگه تانکای شوروی بذاره مطمئنم که میتونیم شکستشون بدیم. نایس، اینجا هم تونستیم شکست بدیم. آیا میتونیم به موقع برسیم؟ آیا میتونیم اینجا رو برای خودمون کنیم؟ و بله، در کمال تعجب بالاخره چیزی که دنبالش بودم اتفاق افتاد. تونستیم اینجا رو کاملا بگیریم. البته که دشمنمون سربازه زیادی داره، ولی خب راه ساپلای رسانیشون رو قطع کردیم. کاری که بعد انجام بدیم اینه اوضاع دفاعیمون رو بهتر کنیم. بعدش هم از دو تا کامیون استفاده کنن. خب ما اینجا سوخت‌رسانی خیلی اوکی داریم، ولی متاسفانه همچنان دارن کشتی‌های تجاری ما رو غارت می‌کنن. یه لحظه بذارید به اوضاعمون یه نگاهی بندازم. دشمنمون اینجا فقط 35 تا کشتی داره، نیروی هوایی ساپورتشون نمیکنه و کلا هم براشون 4 تا بندر مونده. میدونید فکر کنم بتونیم یه جوری جمع و جورش کنیم. اگه ما اینجا رو بمبارون کنیم عملا یه چه خاصی براشون که نمیمونه. اوضاع نیروی هوایی ما، یه مقدار بمبر داریم، 300 تا هم که جت فایتر و 400 تا هم که بمبر، چیزی که دنبالش هستم، تاکتیکال بمبر. بذارید همینا رو با هم پیاده کنم بچه‌ها. اگه اینا با هم متحد بشن، اگه با هم یکی بشن، 759 تا. اولا که نیروی هوایی دشمن رو میزنی، بعدش هم که کشتیاشون بندرشون تا جای امکان. اینجا من ساپورت میخوام ببینم توی این قسمت. با شک فقط خداوند همراهیمون کنه اینجا بچه. من حدس میزنم که بتونیم اینجا شکستشون بدیم. بذار یه خورده خودشون مانور بدن. البته که ای کاش یه حرکت دیگه هم میزدم. به اینا میگفتیم بچه مثلا میمدن این قسمت ها جمع میشدن، چون تعدادشون اینجا خیلی زیاد شد. 200 کلن مکسش. بیا اینجا وایسه جان من، بیا اینجا. ای بابا، ریسرچ ها رو بعدا انجام میدم. شما میاد اینجا وای میستید، اینا هم میتونم بیان کجا وایسن. شما هم دوباره بیاد هوای اینجا رو داشته باشید. اگه به موقع برسن خیلی خفن میشه. زود باش حرکت کن و اینجا رو ساپورت بده. بازم از تعدادش بیشتر شده. خب شما هم میتونید بیاد اینجا وایسید. بعضا میاد جنگ هواییمون خیلی سریعتر از این حرفا شروع شده و
شکست خورد. دفاعمون شکست. اوه شت پسر، دفاعمون بجو شکست خورد. بیاید اینجا هوامون نگه داری، تو هم بیا اینجا. آیا دشمن رو میتونیم شکست بدیم؟ آره که داشتم به تو میگفتم جنگ هواییمون خیلی سخت‌تر از این حرفا شروع شده، داریم کشتیاشون رو بمبارون میکنیم و همه جنگ‌ها رو تونستیم پیروز بشیم، کل کشتیاشون داریم میزنم زیر دریایی هم داشتم، بازم تونستیم اونا رو بزنم، زیر دریایی بازم داشتم و همینجوری داریم اینجا رو بمبار میکنیم. نایس. یه مقدار از فایترها و بمبرامون هم از دست دادیم، 14 تا من بمبر از دست دادم، 7 هم از اینجا دریایی دشمن رو شکست دادیم. بازم خوبه، میدونید آنچنان نیروی دریایی که ندارم، کلا 11 تا مونده، یه خورده بهشون زمان بدم بهتون گول میدم بچه‌ها، این قضیه رو جمع و جور میکنیم. و هم مسئله اینجاست، آیا اوضاع اینجا بهتر میشه؟ شما چیکار کردید آقا؟ بشه کمک بدید؟ چیکار میکنید؟ چه غلطی میکنید اینجا؟ کمکش کن دیگه. متاسفانه دفاعمو شکست خورد بچه ها، این چیزی نبود که من دنبالش باشم و متاسفانه دفاعمو شکست. تانک آوردن، چجوری داره ساپلای رسانی میکنه؟ برام عجیبه، از کجا سوخت آورده؟ همچنان داریم همه جا میجنگیم و کلا نیروی هوایی همه جنگی‌ها رو پیروز شده. اینجا رو ببین، ساپلایمون کامل کامل. نایس. زمانش رسیده دوستان من، زمانش رسیده که نقشه‌ای که هزاران سال دنبالش بودیم و امروز قرار اجرا کنیم. نیروی زمینی ما، بیاد اینجا، تا اینجا رو برامون تصرف می‌کنید. 10 تا هم که قرار بهش کمک کنه، همشون هم لولاشون بالاست. فقط فضل الله زاهدی رو ببینید، بیشتر سرمداش لول 5 و 4 هستن بچه‌ها، واقعا شرط خیلی خوبی هست. شما هم همینطور بهش کمک میکنی که پایتخت رومانیا رو تصرف کنیم. اگه موافق باشی دستور حمله هم بدم، خیلی سریع میتونیم شکستشون بدیم. چرا از اینجا نمیان جلو؟ شما هوای اینجا رو داشته باشید. متاسفانه این مارچمون آنچنان اوضاع جالبی نداره، ولی خب فضل الله زاهدی میتونه بره جلو. آره پیشروی فضل الله خوبه، اینم حتی تونست بره. بازم خب نیروی هوایی داره میجنگه و بالاخره تونستیم دفاع اینجا رو اوکی کنیم. کاری که میخوام انجام بدم یه خیلی سریع بچه ها، اینا رو از اینجا بیه اینجا رو بگیر. اگه اینجا رو بگیم فرودگاهشون از دست میدن، چیزی که دنبالش هستم و تونستیم شهرشون هم که از اینجا بگیم چرا سربازان بر دفاع کردن نمیمونه. یکی وایس بر دفاع کردن، خب از کامیون استفاده کنید، همتون با هم دیگه از کامیون استفاده کنید. کامیون فهم میخوام اینجا کامیون ببینم. اینم از این. امیدوارم که مشکل خاصی برامون پیش نیاد. نمیدونم دارن کار میکنن. آقا دیگه حمله نکن، من خودم جنگ و فرمانده میکنم یه مدت. مشکل خاصی نمیدونم راستشو بخواید. اوضاع ساپلای رسانی کشور خیلی خوبه، ولی خب همه جا داره بمبارون میشه. یکی از اینا رو میگه کجا میسازی؟ یکی از اینا مثلا میگه اینجا میسازی. آره بذارین ساخته بشه، توی آینده شاید به دردم بخوره. پشمام، پایتخت رومانی افتاد. 108 هم که بهمون سوخت میده، من در واقع نفت میده، کلی هم کارخونه داشته پسر. همینه داریم میتازیم دوستان من، داریم میتازیم. بیا اینجا هوام رو داشته باش به جای اینکه سر موقعیت فایس. چی انگلستان چه غلطی میکنه اینجا؟ نکنه بهشون کمک داده بود؟ به خدا که انگلستان کمک میده، من دارم با اون میتونم وارد خاکشون بشم، ولی خب نمیتونم کار خاصی انجام بدن. ای کاش به جای این کارا میومدید مثلا این بندرشو میگرفتیم، این بندرشون بیفته کلا برشون سه تا بندر میمونه دیگه. ولی خب از اینجا که نتونستم شکستشون بدم. اوضاع سوخت رسانی ما خیلی اوکی هستش، به دشمنمون سوختی نمیرسه. شاید بتونیم یه جوری نظر رو جمع و جور کنیم. از اینجا بریم جلو، شما هم همینطور یکیتون بیاد هوا اینجا رو داشته باشه. به خوبی داریم میتازیم جلو. تو هم ای بابا نمیتونی اینجا بیایی؟ نه متاسفانه. خب پس اینجا بایست. نه سر موقع. به نظرم الان بچه‌ها حمله کردن، فقط وقتی خوبه که اینا اینجا انبار اینا داشته باشن. این دونه انبار این قسمت داره، بقیه‌شو برمیگرده به اینور. خب میتونیم یه حرکت دیگه هم بزنیم دیگه. ما سعی کنیم که بندرشو اینجا بگیریم و پیشروی اینجا خیلی هم اوکی هستش. بیا راهشون رو ببند، بذار بچه‌ها راهشون رو ببندن، یه دوباره توی محاصرهمون بیفتن. از اینجا هم که خب همچنان پیشرویمون ادامه داره و مارچمون داره شکست می‌خوره، فضل الله زاهدی داره شکست می‌خوره. می‌دونید همطور که بهتون گفتم اینا یه اشتباهی که دارن انجام میدن اینه که به اینجا مستقیم حمله نمیکنن که سوخت رسانی رو بهتر کنیم، ولی خب با این وجود آنچنان هم آمار بدی نداریم. متاسفانه این ریلا اصلا به همگی متصل نیست. باز خیلی سعی این ریلا رو به همگی متصل کنم که بتونیم خورد آمارمون رو بهتر کنیم. سه تا بساز همگی با همگی از کامیون استفاده کنم و یه خورده بهشون زمان بدم که ریلا رو به همگی متصل کنیم. فکر کنم آره بشه یه جوری جمع و جورش کرد. ای کاش یه خورده سرباز کمکی میفرستادم برامون. پسر اینجا رو ببین چه دیویژن جمع کرده، میدونه میخوام به بندرش حمله کنم. به خدا حمله رو ادامه ندید دیگه، پیشروی کردن آنچنان سودی بر ما نداره. بازم من تلاشمو میکنم بیام اینجا، ولی بچه‌ها نمیتونیم برسیم. نه متاسفانه نترسیم. خب سر موقعیت وایسا.
ما اونجا به سربازه کمکی نیاز داریم. اینجا هم که توی محاصره ما افتادن همگی و همگی به بالا سرش برش برگردی بیاید اینجا. اگه برگردن شما هم همینطور هوا اینجا رو داشته باشی، کارشون رو تموم کن برگرد سر جات. نایس نایس نایس. میخواستم به انبارشون برسیم. استالینو، اسم اینجا استالینو هستش. هر جو که شده بعد شما باید بتونیم به این انبارشون برسیم، چون اگه توجه کنیم این هم سوخت دارن، باید جلوی این قضیه رو بگیرم. همینطوری شهر هم که اینجا هستش، امیدوارم که هر چه سریعتر بدون مشکلی. ای بابا بیا اینجا، من که بهت گفتم پیش روی کن. متاسفانه اینجا سربازای زیادی داره و داریم به شهرشون نزدیک میشیم. دفاعمون داره شکست میخوره. چرا سربازای کمکی بهمون ملحق نمیشن؟ یه مقدار بچه سربازامون کم اومده اینجا. فکر کنم بچه به زودی هر مشکل بر بخوریم. تعداد دیویژنامون واقعا این سمت داره کم میشه. احتمالا بهترین کار اینه که هر چه سریعتر اینجا رو برم جلو یا یه حرکت دیگه به زنده فا اینجور بیخیال شید. ببینید بیا این حالت بید فعلا که سرباز جدید نمیتونم جایگزین کنم. شما بید اینجا وایسی. او شت، منظورم اینه نبودم. فعلا که سرباز جایگزین نداریم یا هم که سر موقعیتشون هست خشکشو پای کن بره. کاری که میخوام انجام بدم، یکیتون میاد دفاع اینجا رو نگه میداره، یکی هم میاد دفاع این بندر رو نگه میداره. تمام میشه میره پیکارش. از سمت دریا دارن دوباره به من حمله میکنن. تو بعد بیا اینجا. به اینجا دقت نکردیم. تو هم دوباره بیا اینجا. و به نظرم یه کسی نیست که دفاع اینجا داشته باشه. خوب شد که سری دیدم بچه‌ها میخواستن به اون حمله کنن. الان آمار ساپلای رسانیمون بهتر نشده. نه متاسفانه آنچنان اوضاعمون بهتر نمیشه. خود شوروی هم سرباز فرستاده. فکر کنم بهتره که آخه نمیتونیم جلو شکست بدیم. خیلی دوست دارم که بهشون حمله کنم، نمیتونیم شکستشون بدیم دیگه. مشکلم هم همینه. یکی از این سربازا رو بذاریم اینجا بمونه. ببین تو دفاع اینجور داشته باش. بالاخره بعد سرباز دفاعی هم که اینجا داشته باشیم. مشکل دوباره سوخرسانی داریم، مخصوصا که این قسمت همیشه این مشکل بوده. و آیا نیروی دریایی دشمن تموم نشد اینجا؟ کلا براشون 12 تا کشتی مونده. همین که کشتیاشون بیاد بیرون کارشون تمومه بچه‌ها. اصلا جای نگرانی نداره. میخواستیم به اینجا برسیم. میتونیم شکستشون بدیم. دوتا دیویژن فکر نمیکنم بتونه کاری کنه. شما هم بهمون کمک کنی. زود باشید پسرا. همین از اینجا بیرون شدم و گفته که انگلستان به نمیدونم کی اعلان جنگ داده. اوکی، من مشکلی با این قضیه نمیبینم، اما باید هم شما پیشرویمون اوکی کنی و شما بیاد اینجا وایسید. الان اوضاع سوخرسانی اینجا اوک. بله دیگه، چیزی که دنبالش بودم و انشاءالله تونستیم بالاخره به اینجا برسیم. من مشکل خاصی نمیبینم و علای متحد ما هستش. ایتالیان ریپابلیک چی؟ ایتالیان ریپابلیک متحد ما هستش یعنی چی؟ مطمئن نیستم بچه. و انگلستان به کشور ما میت اکسس داره. کی بهش همچنان اجازه دیده؟ کنسلش کن بره ببینم داستان چیه. الان گفته که انگلستان به این کشور الان جنگ دیگه. درسته. اینم که بچه کمونیست هستش، داره با ما هم میجنگه، متحد شوروی هم حساب میشه. یعنی در واقع منظورش این بوده دیگه، احتمالا شوروی به کل اروپا الان جنگ بده. وو این خیلی خوبه. اگه بچه اروپا به اینا فشار وارد کنه، درسته که اروپا رو از دست میدیم، این قسمت رو از دست میدیم، ولی خب در واقع خیلی راحت‌تر از این حرفا میتونیم شکستشون بدیم. که این همه نگرانی نداره بچه‌ها، راحت میتونیم به سمت جلو بتازیم. به نظر من ایده بدی نیستش. آنچنان برام مهم نیست راستش رو بخواید بچه‌ها. عملا به متحدی هم نیاز نداشتیم، ولی خب بازم دیگه بذارید به فضل الله زاهدی بگم بیاد اینجا جمع بشه. این مارچمون هم که اینجاست، شما هم که بیاد اینجا. به این حالت دفاع رو نگه دارید. اینم از این انگلستان که اینجا گفته که خب انگلستان ما رو به فکشن خودشون دعوت کرده، به دموکرات ها به پیوندیم، به متحدان به پیوندیم. نمیدونم، مطمئن نیستم که بهشون نیاز داشته باشیم. باش من اینو قبول میکنم. پسر پشمام اینجا رو ببینی چقدر دیویژن این آموزش دادن. میگم بازی چرا خیلی سنگین شده. جدی چند سرباز رو فرانسه رو ببینی، همه جا سربازای فرانسه است. جدی برام عجیبه. اگه این همه متحد داریم، نیازی سه که به سربازان بگم عقب نشینی کنن. همشون هم میخوان وارد خاک ما بشن. بچا اینجا خکشیا رو ببین، یه حرکت بزن. ببین توی این حالت بیا جلو این استالینگارد چه اینجا رو بگیریم. مال خدا بچا از اینجا بتون میخوره سوخ برسونیم. شما هم همینطور سعی کنید که توی این حالت بیا جلو به سمت صحرا نرید. اگه موافق باشید یه دستور حمله رو بدم. فکر کنم بتونیم شکستشون بدیم. 100% میشه شکستشون داد. مسئله اصلی اینه چجوری میتونیم به اینجا برسیم. راه زیادیه تا این قسمت. فرانسه هم که گفته که خب به جنگمون بپیونده یا به کمک ما نیاز داره تو جنگ در مقابل دانمارک. نه
من تو جنگ در مقابل دانمارک بهشون کمک نمی کنم. گفته که دانمارک تصرف شد، ما میتونیم یه خوردم از اینجا چیز میز بگیریم، از این قسمت ها میتونیم یه خوردم زمین بگیریم. کل مناطقش رو برای خودم بگیرم. کلش کجا هست؟ یه لحظه بذار ببینم. اینجا رو میخواد به ما بده. خب به چه دردم میخواد؟ اصلا خجالت نکشیدی که اینو میخوای به من بدی؟ تموم شد اصلا. بچه انگلیس ها نزاش به ما هم برسه. خیلی نامردی به خدا. برای هنه که هیچ وقت خوشم نمیاد با انگلیس ها متحد بشم بگه. به هر حال که خوب الان اینجا اوضاع خوبی داریم، درسته؟ میتونم بچه بیام از این قسمت هم راهشون رو ببندم. به جای اینکه سعی کنم همینجوری بهشون حمله کنم، میتونیم بیاییم راهشون هم ببندیم. شاید ایده بعدی نباشه دیگه. سربازه فقط کمکی بفرست بیاد اینجا. بذار بچه خطمون هم داشته باشیم. یه خود روی جنگ خودمون فوکوس بذاریم. میتونه شرط خیلی بهتری رو برمون رقم بزنه. بالاخره آیا اینا توی محاصره افتادن یا چی؟ آیا توی محاصره میافتن؟ بله دیگه، کارشون تمومه. سری با تمام قوا بهشون حمله کنید. شما همگی با همگی تا اینجا میاد جلو. اینا هم همینطور اینجا رو بذاریم. من سعی خودم تموم کنم. همینجوری دارن عقب نشینی میکنن. اوکیه، میتونم بگم که اوکیه. فر بذارید جنگ رو تموم کنیم. شاید هم دیویژناشون توی محاصره افتاده. نایس، اینم از این. خدا رحمتشون کنه. آمریکا ما رو از تحریم در آورده. بالاخره تحریم‌های نامردی آمریکا تموم شدش. نایس نایس نایس. خب الان واسه چه جوریه؟ از این قسمت که قرار نیستش پیش روی کنیم. مسئله هست ایمانه که بتونیم به این استالینگارده برسیم. پسر اینجور به این سوخرستانیمون قرار خیلی داغون بشه و هیچ گونه انباری وجود نداره. این نبودن انباری که داره درد سرساز میشه. آخه من یه دونه انبار اینجور داشتم میساختم، هنوز ساخته نشده. گفته که اوه پسر 15 روزش مونده. اوکی اوکی. فضل الله زاهدی چیکار کرد؟ بذاریم بچه فضل الله زاهدی با سربازاش به این هم میخوام بگم تو این حالت حمله کنه. تو این حالت بیاد بندره دشمن رو بگیره. به زمانی من حمله کردم ببینم قرار شرط چجوری باشه. شما چهارتا با هم که بید اینجا، بذاری من اینجا رو توی محاصره بندازم قبل از اینکه بلغارستان بهشون حمله کنه. خودم وارد جنگ بشیم. فناسه هم که ما رو دوباره از تحریم در آورده. نایسی، میتونه خیلی خوب باشه. این که میبینم داریم از تحریم در میاییم. همچنان کشوری نیست که بخواد ما لاستیک بفروشه. من دنبال لاستیک هم دیگه. فرانسه اینا فقط چی آهن دارن؟ من آهن رو چیکار دارم؟ فکر کنم بچه مجبور شیم که لاستیک خودمون تولید کنیم. نمیتونیم به نتیجه خاصی برسیم. تا اینجا بیا جلو. ما هدف اصلیمون این بود که به اینجا برسیم، درسته؟ پس بذار بچه سریع بهشون حمله کنم دیگه. به کمبود سوخت و اینا نگاه نکنیم. از اینجا هم بریم یا میتونم از اینجا به دشمن حمله کنم. بیا هوا اینجا رو داشته باش و خیلی سریع باید بتونی به این قسمت برسی. میتونم بعد اینجا وایسه فقط دفاع رو برمون نگه داره. ایتالیا هم که دوباره ما رو از تحریم در آورده. باش من بهتون کمک میکنم. یا ولکن نیستم بچه، من بهشون کمک میکنم. خب آیا میتونیم اینجا هم شکست بدیم؟ سریع شما هم کمکمون کنید. همینه دوباره برگرد سر جات. آمریکا هم وارد جنگ شد. فکر کنم اوه پسر پشمام. یه لحظه بذارید استو بزنم. اینجا رو ببین، این دیگه چه گوهیه پسر. خیلی سنگین شد دیگه. من میگم بازی چرا بعضی لگ میزن. اینجا رو ببین بچه چه سرباز آموزش دادم. موتساز چرا همچین چیزی رو پیاده کرده؟ به هر حال که جدی سنگین شده. خیلی دیویژن دارن. تونستیم به استالینگارد برسیم؟ من که نمیبینم رسیده باشم. بیا آقا بیا اینجا. چرا به اینجا حمله نمی کنم؟ بالاخره آیا تونستیم برسیم؟ اینجا الان دست کیه؟ اصلا معلوم نیستش که. فکر کنم بچه سوختمون بهتر شده. دسته بذار یه نگاهی بنداز. آره دیگه دست ماسه از کامیون استفاده کن. هیچ گونه راهنی به اینجا کشیده نشده. خب کاری که ما باید انجام بدیم اینه. اولا که از اینجا یه دونه سری ببین، از اینجا یه دونه سری من به اینجا یه دونه راهن بکشم. دوباره میتونم اصلا از اینجا هم یه دونه راهن دیگه توی این حالت بکشیم. متاسفانه چاره دیگه نداریم. همه این راهنا باید ساخته بشن. تا وقتی راهن نسازیم نمیتونیم ساپلای بهتر کنیم. چه زمان میخواد؟ بدون 10 روز آنشان چه خاصی نیستش. جای نگرانی نداره. یه مدت قراره بدون سوخت دووم بیاریم ولی خب دیگه نمیشه کاریش کرد. اینجا خیلی سمیه پسر. واقعا عمرمون داغون شده. بچا از اینجا هم میتونم بهشون حمله کنم. ای کاش من یه مقدار سرباز داشتم. پسر میشو کارهای زیادی انجام داد. خب دیویژنمون آموزش داده نشده. بذارید بریم پسر اینو بگید پیاده کنیم بره دیگه. همتون با هم اینجا باشید. متاسفانه سربازای جدید نمیتونم آموزش بدم. چرا اینجوریه؟ من که سرباز اجباری رو فعال کرده بودیم. آخه چرا اینو گرفته؟ آها وار ساپورتمون رو از دست دادم بچه. شاید دوباره از دستش دادیم. نمیدونم چرا به ما منپاور نمیده. به خدا برام عجیبه. با این همه زمین که نباید اینجوری باشه. ما برنامه بتونیم منپاور بیشتری بگیم. نیشن آرمی منپاوری که از کشورهایی که تصرف کردیم میگیریم و کم میکنه. نه
این هم که ساده هستش، منپاور بیشتر از کشورهایی که تصرف کردیم، مثل مثلا شوروی و ترکیه بگیم. فکر کنم بچه‌ها اینو باز کنم، یا یعنی اینکه این هم همینطور نانخور منپاور زیادی به همون میده. چرا که نبذاریم فعال کنم اینم داستانمون قرار چه. 2 میلیون منپاور، 2 میلیون منپاور همینجوری گرفتیم از نانخورا. پسر من چرا زودتر ندیدم پس؟ الان اوضاع انبار سلاحمون که خب خیلی مخفی خورده، باید تفنگای بیشتری تولید کنم. بیاید یه حرکتی بزنم، یه خورده دیویژن بیشتری آموزش بدم اینجا. کاش من این خورده زودتر میدیدم. خب سعیتن از این حرفا، باید یه مارش اینجا تشکیل بدم که بتونیم به دشمنمون حمله کنیم. الان فرصتش رو داریم بچه‌ها، همیشه هر نیستش این فرصت با ما باشه. فقط 4 تا از این سربازا بیاد اینجا وایسه، 2 تا از این سربازا هم دوباره بیان زیر نظر این فرمانم باشه. 30 تای ما بگی اینکه میخوایم با اینا چه حرکتی بزنیم. بذاریم از سری 10 تاشون تو یه مارش بذارم، دوباره اینو از وسط نصف کنم تو یه مارش و اینو سرلشکر تشکیل بدیم. که من پاور زیادی داریم، میتونم فرمانده جدید استخدام کنم. بذارید فرمانده جدید بگم بیاد بیرون. متاسفانه این خود مختاره، اینو ارزش نداره که بخوام پروموت کنم بچه‌ها. بذارید بی خیال بشین، به عنوان فرمانده استخدامش میکنم، چون بهترین گزینه که داریم همین دیگه. فرمانده خوبی ها برای حمله کردن، ولی به حرف ما زیاد قرار نیستش گوش بده. شما همگی با هم دیگه بیان اینجا جمع بشن، یا به نظر من سعی میتونیم این فرمانده این مارچمون رو بذاریم اینجا وایسه که به فضل الله زاهدی کمک کنه توی این حالت بیاد، توی این حالت بیاد راه اینجا رو مسدود کنه. خود فضل الله هم همینطور خکش رو پاک کنه، توی این حالت بهمون کمک کنه. بعدش هم که مابقی مارچش در واقع دوتایی که اضافه مونده هم بیان اینجا جمع بشن که بهشون توی این حالت حمله کنیم. سعی کنیم که تا اینجا برسیم. میدونم که اینجا 10 تا باید داشته باشیم. خب به 10 تا هم دوباره میگم که خکش رو کلا پاک کنه. تو هم دوباره میای اینجا وای میستی و سعی میکنی که از اینجا بهمون ملحق بشی. اینم از این. بذار سربازامون سر موقعیتشون وایسن. کار زیادی میتونیم انجام بدیم. از همه طرف داریم با دشمن میجنگیم. راهنا همچنان ساخته نشده، داره ساخته میشه. از اینجا داریم میکشیم راهنا رو. هنوز یک قسمتش رو تازه تونستیم بسازیم. 13 روز زمان میخوام. اوکی، آنچنان چیزی نیست که نگرانش باشم، ولی خب سوختمون خیلی منفی خورده. آمار منپاورمون هم که اگه توجه کنید به نظرم خوبه بچه‌ها. این سرباز اجباری هم که جدیدا فعال کردیم میتونه خیلی کمکمون کنه. یه مقدار وار ساپورت هم از دست دادم. بگید بچه‌ها همین رو فعال کنیم که خود اوضاع بهتری برامون رقم بخوره. زیاد به اینا توجه نکردم. اینم از این ارگانیزیشن بگیریم. همچنان کشورهای زیادی داره بهمون کمک میکنه، همینجوری متحده که داریم پیدا میکنیم. خب زمانش رسیده که از این قسمت به دشمن حمله کنیم. مارچای کمکی رسیدن، دارن بهمون ملحق میشن، دارن ملحق میشن. به نظرم عجله کردن بچه آنچنان قرار نیستش فایده ای برمون داشته باشه. بیاید یه حرکتی بزنیم. من این مارچ رو میذارم کجا؟ این مارچ رو بزنیم اینجا. وایسه خیلی داره بازی سنگین میشه. دیویژن های زیادی وارد جنگ شدن. فضل الله زاهدی با اینا دیگه وارد جنگ بشه و فکر کنم بتونیم شکستشون بدیم. افغانستان هم وارد جنگ شد. از کامیون استفاده کنید. بچه ها اینجا رو ببینید، دیگه از ظرفیتمون گذشتیم و دیگه اصلا نمیتونم اینجا رو سپورت بدم. خیلی از ظرفیتمون اومدیم بیرون. من همین بود که میگفتم نباید با آمریکا یا متحد بشیم. ببین چه از سرباز وارد خاکمون کردن. هنوز استالینگارد رو به خودمون اضافه نکردیم. استالینگارد اصلا نمیدونم کجا هستش دیگه. راهنمون که داره کشیده میشه، داره کشیده میشه. نکنه اینجا رو از دست دادم. یه حسی میگه که از دستش ندادیم، داریم ازش استفاده میکنیم، ولی اصلا اوضاع خوبی نداره. بذارید بچه‌ها اینا رو آپگرید کنم تا جای امکان اینو آپگرید کنم. تنها منبع سوخت رسانی کشورمون اونه دیگه. این هم که داره اینجا میسازه. نایس، بهترین قسمت ممکن داریم میسازیمش. یکی هم یه کجا میسازی، یکی هم یه اینجا پیاده میکنی. فکر کنم اینجوری بشه جمع و جورش کرد. الان بچه‌ها میتونم حمله رو ادامه بدم، به خوبی میتونیم از اینجا بریم جلو. ولی مسئله اصلی اینه، من دنبال این هستم که از این قسمت ها بریم. خب شما چرا نمیید؟ شما چرا نمیید؟ فکر کنم بچه حمله رو شروع کردن. با اینکه سربازامون اکثرا لولشون پایین هستش، داریم باشون می جنگیم، تجربهمون داره بیشتر میشه. فکر کنم بتونیم جمع و جورش کنیم. آره، سمت دریا هم که همچنان داریم می جنگیم. البته که 128 تا بمبرمون از دست دادیم، یه خورده بهشون دمیج خورده، ولی خب تونستیم کل اینا رو نابود کنیم. چقدر زیر دریایی داشته نامرد. خوبه به نظر من چه این اوضاعی که داریم خوبه، این خوبه. فهم مسئله اینجاست، دستور حمله رو بدم بریم جلو یا زمانش نرسیده. از اینجا که پیشرمون خیلی خوبه بچه، خیلی داره سنگین میشه. به خودم میخوام از این فکشن بزنم بیرون، واقعا دیگه دارن سنگینش میکنم. بیاید اینجا، شاید دفاعی ساخته بر خودش. این رو خیلی سمیه، این همه دفاعی.
فکر کنم میخوره به بمبر نیاز داریم این قسمت. اشتباهی که کردم اینه، به این قسمت هیچ گونه نیروی هوایی نداریم. رومانی هم که تصرف شد خیلی سرتر از این حرفا، رومانی رو تونستیم شکست بدیم. همش هم برای ماس، همش واسه ماس، کلا واسه ماس. خب یه حرکتی بزنیم، بذاریم هرچه مارشمون کجا رفته. خکشه اینجا رو بیخیال شو، ببینیم یه سری توی این حالت سعی میکنی که اینجا وایسی. میتونم اینجوری وایسن میگه درسته، اینجا هم برای ما شده دور. آه پسر خیلی خوب شد. خب اگه اینجوری باشه بذاری بچه من دوباره خکشی ها رو پاک کنم بره همش رو بس تری اوضاعش رو بهتر کنم. شما بیاد اینجا توی این حالت وایسید، به فضل الله زادی بگم بیاد اینجا وایسید، خوری به سربازه کمکی نیاز دارم دوباره. اوکی اینم از این، بذاری سربازامون سر موقعیتشون وایسن. اینجا رو داریم از دست میدیم، نامرد اینجا رو آزاد کردم، من بهشون همچین اجازه نخواهم داد. اینجا واسه ما بود دیگه، اومد همه رو گرفت. سربازام شده سر مایت با این نمیستن، پس زود باشی کارشون رو تموم کن. تو هم بیا اینجا، داریم بهشون حمله میکنیم البته. خب اینجا چیزی نداره که نگرانش بشن، فهم مسئله اینجاست این قسمت ها رو ساپورت بدن. سربازام در همه ملحق میشن. بچه جنگمون قرار به این قسمت برسه. اینجا هم که تا حد خیلی زیادی تونستیم همیشه اوکی کنیم. میخوام حمله رو ادامه بدم. آره یه دیگه حرکتی بزنیم، به سربازان بگیم این خکشه رو پاک کنید، کلا خکشه رو پاک کنید، همگی با هم دیگه سعی کنید که توی این حالت به جلو. هدف اصلی اینه که راهی این قسمت بشیم. از اینجا پیشروی کردن چیز خاصی برامون نداره، بذارید سعی کنیم که فقط از اینجا بریم جلوتر و به این شهر را برسیم. میتونم از اینجا هم بهشون فشار وارد کنم، نه با این 4 تا دیویژن نمیشه کار خاصی انجام داد. خب آیا سر موقعیتتون هستید؟ آیا سر موقعیتتون هستید؟ این هم که اینجاست، میتونم از این کجا استفاده کنم؟ حالا تو هم بیا اینجا وایسا. این هم مثلا بچه ها میتونیم بگیم که توی این حالت بهشون حمله کنه. دوباره این ستا هم که با هم دیگه باید سعی کنن که اینجوری حمله کنن. همشان داریم از تحریم ها میاییم بیرون. متاسفانه اینجا رو از دست دادیم و این بهترین خبر ممکن بودش. تازه تصرفش کرده بودم. آقا این یکی سرباز بیاد اینجا رو بگیره. الان این قسمت ها رو از ما گرفتن دیگه درسته، و سربازه کمکی میخوام به ما بدن. یمن رو ببینید، یمن گفته 4 تا دیویژن میخواد به ما بده. نه این 4 تا دیویژن رو نمیخوام. فهم مسئله اینه که همگی با همگی از کامیون دارید استفاده میکنید، چرا از کامیون استفاده نمیکنم؟ پس بچه دیگه به اینجا ساپورتی نمیرسه. 6 روز زمان میخوایم که بتونیم اینجا رو ساپورت بدیم. پایتختشون پیش روی ماست بچه ها، پایتختشون رو دارم اینجا میبینم. همگی با همگی اینجا رو شکست بدید. امیدوارم که همچین دمیجی داشته باشم که بتونم راهی اینجا بشم. زود باش زود باش، سربازه کمکی برسید. من این انبارشون رو میخوام. همچنان سربازا و نیروی کمکی دارن به اون میفرستن، صدای کمکی دمشون گرم. جنگمون همچنان ادامه داره و فرانسه داره از اینجا به خوبی به دشمنمون فشار وارد میکنه. بچه من به سربازام گفتم یه خورد ادوانس کنم. بیشتر سربازام در واقع مارش اصلی اینجا جمع کردم. هدف همینه که به اینجا بتونیم برسیم و این قسمت هم که دوباره دست ما هستش. البته که بلغارستان اینجا رو برای خودش گرفت. چطور جرأت کرد زمینای ما رو برای خودش بگیره؟ میگم دیگه، نه با انگلستان یا متحد میشدیم. ببین نداره بچه، آخر جنگ قرار همه چیو تقسیم کنیم. 70% جنگ دست ما بوده دیگه، 70% زمین قرار بر ما بشه. فقط باید سعی کنیم که خورده امتیاز بیشتری به دست بیاریم. از اینجا فرانسه داره همچنان جنگش رو ادامه میده و بذار سربازام سر موقعیتشون وایس. من خودم الان جنگ رو شروع میکنم از سمت پایینم که به این دیویژنم گفتم راهی شمال بشه. اینها میرسن، به زودی میرسن، عجله ای نباید داشته باشیم. و من دستور حمله رو بدم، از همه طرفشون دستور حمله رو بدم، ببینیم هر داستان چجوری باشه. اینم همینطور. خب فضل الله زاهدی که داره اینجا باشو میجنگه، به خوبی داریم اینا رو بیرون میکنیم. مارشال هم که اینجا هوامون رو داره، از اینجا دارم سعی میکنم که به اینا ملحق بشیم. سربازمون بچه تعدادشون خیلی زیاده. دیویژن جدید هم که استخدام بشن واقعا اوضاع بهتری برام رقم میخوره. از اینجا هم که با تمام قوا داریم باشون میجنگیم. میترسم اینجا هم از زمان بگیرن دیگه. این هم بخوام بگن خیلی نامردی میشه. آلمان غربی میخواد بهمون کمک کنه، فایتر جنگنده میفرسته برام، تاکتیکال بومبر بد نیستش دیگه. بچه سمت دریا آنچنا من مارچی ندارم، آنچنانی رو هوایی ندارم، ولی خب کشتی های آمریکا و انگلستان اینجاست. نایس، کشتی هاشون اینجا باشه خیلی به درده و میخوره. پسر چجوری هم داریم باشون میجنگیم. ناوگان هوایی ما اینجا واقعا آمار خوبی دارم، شجاعت خوبی از خودشون نشون دادن. من باید یه مقدار فایترام رو بیشتر کنم. آره به نظر بچه ها نیاز داریم که پسر چه کارخونه داره به همون میده دیگه. نمیدونم با این کارخونه چیکار کنم. اوضاع قطارهای کشور بهتر شدش، فایترها منفی 1500، جت فایتر داریم تولید میکنیم. یار بچه ها به زودی هر اصلا منقرض بشن.
اینجا هم گفته که آمار بعدی نداره قطارامون، تونستیم قطارهای جدیدم که تولید کنیم. بذاری بچه آرمورا رو اضافه کنم که مثلا اندازه 10 تا هم کارخونه اینجا داشته باشیم. آره 10 تا کارخونه به خوب میتونه ساپورتمون بده. منپاورمون اصلا مشکل نداره، همچنان داریم از تحریما میاییم بیرون یا هنوز کامل خارج نش. آها بالاخره بچه زمانش رسیم تو هم لاستیک وارد کشور کنم. دمش گرم دیگه، این بریتیش میخواد بهمون لاستیک بفرسته. فکر کنم اینجوری بتونیم از یه جوری جمع و جورش کنیم، امیدوارم. حد در بذاری خورده فنگ رو بیشتر کنم. 7 تا منفی خوردش الان به 8 تا میرسه. خب اگه بخوام همینجوری منابع بیشتر وارد کشورمون کنیم، ما رو توی دردسر بیافتیم دیگه. به نظرم از پرتغال اینا رو بفرستیم بیا داخل، یه خورده هم که میتونم از اینا بگیرمش. احتمالاً کارخونه زیادی رو از دست بدم، ولی با این وجود کارخونه زیادی هم داریم. روند تولید کشورم دیگه الان باید خیلی اوکی شده باشه. فقط اوضاع تفنگیامون داره منفی میخوره، تفنگیام داره به شدت منفی میخوره چون داریم میجنگیم. یه مقدار آمار بعده فرانسه هم که از اینجا وارد شده و اینجا رو به آمریکا از اینجا وارد شده، اینجا رو به نام خودشون زدم. این زیاد جالب نیست. اوضاع انبار چجوریه؟ متاسفانه آنچنان آمار جالبی نداریم. با اینکه از کامیون استفاده میکنم آنچنان آمار جالبی نداریم. ایتالیا گفته 10 تا دیویژن برامون بفرسته. الان آخرین چیزی که نیاز دارم سربازه، چون خیلی خرط و خر شده. بعد اینجا رو ببین پسر، اروپا همچنان داره، نه اروپا داره شکست میخوره. از اینجا داره همینجا بچه خیلی سرباز دارن، اصلا نمیتونم نگاه کنم، اصلا نمیشه نگاه کرد. بذار اینجوری بگم، اون قسمت هایی که استیل داشتن رو نامردا برای خودشون گرفتن. ببین بچه ها داره خیلی به اینجا نزدیک میشن که 211 تا رو برای خودشون بگم. منابع ما هم تا حد زیادی اوکی شده. اگه توجه کنید تا حد زیادی اوکی شده و داریم همینجوری به منابع بیشتری هم میرسیم. احتمالاً از سمتش رو روی بتونیم کارهای زیادی انجام بدیم. فقط باید سعی کنیم که بچه ها بیشتر بجنگیم. اگه اینجوری بریم که اوه پسر فرانسه، امیدوارم که دفاع اینجا رو نگه داره تا وقتی که سربازه کمکی من برسن. ولی خب من از اینجا خودم دارم پیشروی خوبی میدونیم، بچه ها داریم به خوب پیشروی میکنم. بذار من خکیشا رو پاک کنم دیگه. باید دستور حمله رو اینجوری بدیم. آقا شما باید تا اینجا برسید، واقعا باید دستور حمله رو اینجوری بدم. این مارشون هم دوباره هوامون رو تو این حالت داشته باشه. این 10 تا هم که اینجا جمع شدن، شما هم همینطور باید سعی کنید که توی این حالت پیر جلو. فضل الله زاهدی همینطور، شما هم باید اینجا باشید. خب به نظر میگه چه خاصی نمونده، فهموندش این 3 تا دیویژن درسته، این 3 تا دیویژن داری کار میکنه. خکشیش توی این حالته، خکشی اینو پاک کنم بهش بگم که سعی کنه. ببین الان همه سربازشو داریم، درسته همه سربازشو داریم. شما باید سعی کنید که توی این حالت بیای جلو و با شرک خداوند همراهتون باشه و زنگ بینیم برای همه کردن. ای کاش اینجور شکست میدادم. پایتختش این قسمته، پایتختشو به اندازه فکر کنم تسلیم بشه، چون چیز خاصی هم نداره بچه ها، چیز خاصی جدی نداره. آیا تسلیم به خیلی سریعتر از این حرفا تسلیم شدش و 16000 تا آرتلری داد بهمون. فرنه 10000 تا خیلی زیاده. میتونید یه حرکتی بزنید، شما دوتا بیاید کارینو تموم کنین. من به تو نگفتم شما سر موقعتتون واسید، به این دوتا گفتم که بیان اینجا رو شکست بدن تموم بشه. با اینکه نمیدونم چه خبره، ولی خب بچه‌ها میتونم بهتون بگم که اوضاع خوبیه. میدونید این قسمت که برام شده، این قسمت هم برام شده، کارخونه‌مون داره روز به روز بیشتر میشه. با اینکه منابع زیادی الان دارم وارد کشور میکنم، ولی خب کارخونه خیلی زیادی داریم. داشتم سعی میکردم که انبار بسازم، دارم بهمون حمله میکنم و به نظرم دفاعمون داره شکست میخوره چون سپلای منفی خورده این قسمت ها. ولی خب از اینجا به خوبی پیشروی میکنیم. متاسفانه همچنان میگم اینجوری پیشروی کردن زیاد چه جالبی نیست بچه، چون اصلا نمیدونیم چه خبره. ببین بچه، شما این قسمت ها رو تونستیم کاملا متحد کنیم. پسر خیلی سنگینه. آره این قسمت ها رو تونستیم کاملا برای خودمون بگیم. مارچه ها با هم یکی شدن. هدف همه که اینجا هم بتونم یکی کنم، یه این قضیه همون بشه بره. میدونید این مارش ما در واقع این مارش که اینجا هستش به اینا ملحق بشه، به فضل الله زادی. بازم سوخرسانی اینجا بهتره، این قسمت یه خورده مشکل داریم. آیا میتونم به سمت جلو برم؟ چرا داره به این حمله میکنه؟ بیا اینجا و همینه دیگه، همینه. آمریکا هم دیگه نمیتونه اینا رو برای خودش بگیره، چیزی که من دنبالش بودم. آمریکا نتونه اینا رو برای خودش بگیره. ما الان پیشروی خیلی خوبی داشتیم، یه خورده با فشار بیشتر اینجا وارد کنم. چرا این مارش ما یعنی در واقع فضل الله زاهدی نمیره دیگه جلو؟ آیا میری جلو؟ آها سربازش نرسیدن. خب بذار من خکشی رو پاک کنم بچه، بذار من خود سریع اوضاع اینجا رو بهتر کنم. ببین شما این حالت میاد اینجا وای میسید، احتمالا خود مجبور شم که اینجا سربازای جدید استخدام کنم. از سمت شمال اندارم بهشون حمله میکنم. خدا رحمتش کنه، میدونید خدا رحمتش کنه دیگه، چون آنچنان اوضاع جالبی که براش نمونده.
شما هم بیاد اینجا وایسید. به زودی بچه‌ها میخوام سربازی جدیدم رو کیک کنم، اصلا جای نگرانی نداره. از اینجا تونستیم کاملا شکستشون بدیم. پایتختشون اینجاست. به نظرم چیز خاصی ندارن. اینا هم میتونیم شکست بدیم. اروپا که افتاد، اروپا افتاده. ببین بچه‌ها کلا این قسمت‌ها برای شوروی و کمونیستا هستش. فشار بیشتر داره از اینجا همچنان وارد میشه. فرانسه میخواد بهمون کمک کنه و کاری که من الان باید انجام بدم یه بچه دیگه ریپر کردن و بیخیال بشم، بجاش برم دنبال سرعت آموز. چی؟ کیکت فکشن؟ چه غلطی کرد؟ ما رو از فکشن انداخته بیرون؟ آرمور ترینینگ رو بذار بچه فعال کنم. 25% سرعت آموزشم رو میخواد بیشتر بشه. ما رو از فکشن انداخته بیرون، باور تو میشه؟ آیا سربازا سر موقعیتشون هستن الان؟ آره بچه این سربازام برسن. بذارید من این سربازام، اینا این مارشمون هستش. به این گفته بودم که توی این حالت بیاد یه مقدار دفاع اینجور نگه داره، بقیه‌شو خودم جمع و جور میکنم. فکر کنم اینجوری یه مجبور شدم که از اینجا برم بیرون. چرا ما از فکشن دخ بیرون؟ نکنه نذاشتم این زمین رو برای اونا بشین ناراحت شدن. شما هم بیاید اینجا رو تموم کنید. فکر کنم بعد یه همچین چیزی باشه دیگه. ما عملا از فکشن اینا بیرون گذاشته شدیم. اکاش یه خورده زودتر بیرون گذاشته می شدیم که بلغارستان نمیاد اینا رو برای خودش بگیره، اعصاب ما رو خرد کنه. الان از اینجا منابع میگیریم. ببینیم بچا چه منابعی. 98 تا از اینا هستش. 98 تا از این منابع داریم. چون اینا رو نمیده به من پس. اینا رو میگه نکنه داده. آره داده اینا رو. نه گرفتیم بچا، این خوبه. الان تجارتمون هم که لیمیت دیگه. میتونم کلوز کنم که همه منابع برای خودمون نگه داریم. انگلستان گفته خواهش میکنم اجازه بده که وارد خاک شما بشیم. برید گم شید بابا، برید گم شید. من اگه به کسی اجازه نمیدم که وارد خاک ما بشه. اینم از این. دوباره اینا هم که تصرف شدن همشون داره منابع بیشتری به هم میده. اینا دشمن ما حساب میشه پسر. معلوم نیست چه خر تو خریه. به خدا بیاید یه حرکتی بزنیم بچه‌ها. به نظرم بهترین کاری که الان میتونیم انجام بدیم اینه اینو سیو بگیریم اینجا. ببینیم واقعا ببینیم قرار داستانمون چجوری باشه، چون الان من نمیدونم چه خبره. یه دفعه خیلی سریع همه چی عوض شدش و بازی هم یه مقدار داره اینجوری سنگین میشه. نه با اینا متحد میشدیم، اشتباهمون همین بود که با اینا متحد شدیم. این همه دیویژن رو برامون نشون داد. الان شوروی به نظر میاد با کره شمالی اینا متحده دیگه، درسته؟ ولی خب بچه‌ها نیازی نیست که با اونا وارد جنگ بشیم. ما اگه بتونیم بیایم اینجا دون مرز بکشیم توی این حالت کارش تمامه. ببین اگه توجه کنی شوروی همیشه اینجا ساخته، کل کارخونهشون این سمته و کافیه که به مسکو برسیم. فکر نمی‌کنم هم نیاز باشه که از اینا استفاده کنم. بچه‌ها الان دیگه ما تونستیم این قسمت‌ها رو با هم متصل کنیم. این وقتی دشمن نداریم، قرار نیستش دموکرات‌ها هم از پشت بهمون اعلان جنگ بدن. چیزی که من می‌خوام، کاری که می‌خوام پارت بعدی انجام بدم، این 60 تا دیویژن رو پیاده کنم. با این 60 تا دیویژن و این دوتا مارش کاملی که داریم از همه قسمت‌ها بهشون حمله کنیم. سعی کنیم که راهی مسکو بشیم. اینجا هم اوضاع سوخرسانی خیلی خوبه، اصلا جای نگرانی نداره. فقط کافیه که بهشون حمله کنیم. انبار پشت انباری که می‌خواد بهمون بده، همونطور که این قسمت هم تونستیم انبارا رو پشت سر هم بگیریم. اصلا به فضل الله زاهدی نگاه نکردم، خودش بچه‌ها همجوری پیشروی و ادامه دادم، یه جنگ رو همجوری ادامه داد. اوکی آره دیگه، اگه موافق باشی من اینجوری سیو بگیرم. امیدوارم که هر چه سریعتر این انبارا هم ساخته بشه، بتونیم وضع اینجا رو هم بهتر کنیم که از اینجا هم دیگه جنگ رو شروع کنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. فراموش نکنید که هر نظر پیشنهاد انتقاد داشتی تو کامنت ها بنویسید. بچه‌ها مجبورم که سرعت بازی رو بیارم پایین، احتمالاً یه مقدار روند پیشرفت کم باشه، آروم باشه. پسر عجب اوضاعی شده. ولی خب بچه‌ها من این پارتیشو خیلی دوست داشتم، اینکه تونستیم سمت دریا نیروی دریایی دشمن رو بمبارون کنیم. جدی خفنم و من خیلی باهاش حال کردم. همچنان هم داشتیم بمبارون می‌کردیم و واقعا اوضاع خیلی خوبی شدش. بهتر که به این جنگنده ها پارت بعدی بگم که زیر نظر این فرمانده ها وایسن. مخصوصا که بچه جنگنده های زیادی هم از دست دادیم، آنچانی که آمار جالبی برامون نمونده. خلاصه که اگه جنگیدن آمار منفی خودش رو داره دیگه. الان نیروی هوایی ما به 7400 تا رسیده. آقا مرسی که ویدیو تا اینجا نگاه کردید. ادامهش رو فردا براتون میذارم. آره فردا شب 100% براتون میذارم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. میتونید لایک مکم بکوبید. دمتون گرم و فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.